غرق شدن یک قایق چوبی حامل ده ها مهاجر غیرقانونی در سواحل جزیره رودس یونان بار دیگر حادثه آفرید. بنابر گزارش ها بر اثر این حادثه 3 نفر کشته شده، 30 نفر زخمی شده و تا کنون 90 نفر هم نجات یافتند، ولی قایق حامل آنها کاملا تخریب شده است. با امید یه زندگی بهتر اومدم ترکیه. قصد مهاجرت به این شکل نبوده که بخوام حالا با چاقو بیام، از تو کوه بیام. جونم اونجور به خطر از سمت ما تیراندازی شده از سمت ترکیه. بعد از تقریبا 5 روز خانوادم خبر داشتن من زنده ام، داخل شهر لبنان، داخل کمپ. اسمشون آقا وریا. بله. وریا یعنی چی؟ باهوش. اونجا مردن داره، زندان داره، گرسنگی داره، تشنگی داره. 9 شب و 9 روز نون نخوردم. امکان داره یه موقع بمشید. هوای دریا خراب شده که افتاد تو دریا. ما همزبونیم، همشهری هستیم. حداقل من سر قایق رو کج میکنم به هم گرم از تواب درش میرم. ولی این بنده خداست آقایون سوری و ترک بر نمیگرد، راهش مستقیم میگیری میره تخت گاز. میگه به من چی میخواست نیفته. 3 تاشون خانم بودن که بچه شیرخواره تو دستشون بود، یعنی نوزاد شیرخواره داشتن شیر میدادن، همیشه داشتن میامدن تو قایق نشسته بودن. من میشناستم راه ها را بلد بودم، اما اینا مثلا از افغانستان بلند میشن میان اینجا، از اینجا بلند شو برو نمیدونم یونانستان. آخر تو با چه فکری با چه عقلی داری این کارو میکنی؟ هیچ مدرکی هم ندارن از سیاسی بودنشون، فقط باد هوا میان میگن که مثلا ما با دولت جمهوری اسلامی مشکل داشتیم و هیچ مدرکی هم نمیتونن. خیلی جوانای مثلا ایرانی میان به یه امیدی که برن اروپا یا آمریکا یه زندگی دوباره تازه شروع کنن، مثلا میان اینجا کس که تو عمرش اصلا مواد نکشید اینجا معتاد میشه. یعنی وقتی میان لب آب و یونان رو با چش از اینجا میبینن، چراغای یونان رو میبینن، همین وسوسه شون میکنه که سریعتر این مسیر رو برن. اینجا پناهنده نگه داشته تا چند ساله؟ 10 ساله 11 ساله پناهنده اینجاست، نه حق کار داره، نمیتونه کار بکنه. باطلاقه با اسم خیلی قشنگیه. باطلاقه با؟ باطلاقه با. یعنی وقتی میای اینجا توش پرو میگه تا خرخر پرو میگه. وقت داره برای ایران تایمشه چی کار میکنه؟ میشینم چند تا آهنگ ایرانی گوش کنم.